بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. من هم خدمت جناب عالی آقای شیردستیان و همه دوستان خوب شما در مرکز اسلامی نور شهر مونترال سلام عرض میکنم و همه عزیزانی که در این برنامه زنده با ما همراه هستند از ایران یا سایر کشورها. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو داریم به درگاه خداوند و انشاءالله اگر لایق باشیم تا ساعات دیگه که در مشهد مقدس هستیم انشاءالله زیارت نائبانه از دوستان داشته باشیم و انشاءالله که مورد عنایت ویژه امام رؤوف همه قرار بگیریم. امشب با چند بیتی از سعدی شیرین سخن شروع کنیم که گفت: ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. آنچه نه پیوند یار بود بریدیم، آنچه نه پیمان دوست بود گسستیم. مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر عیب ما کنند که مستیم. مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر عیب ما کنند که مستیم. مالک خود را همیشه قصه گدازد، ملک پری پیکری شدیم و برستیم. خوش به حال اونهایی که برای خودشون مالکیتی قائل نیستن و تلاش میکنن که اینقدر پاک و نازنین بمونن که به قول سعدی پری پیکران بیان اونها رو صید بکنن و به قول حافظ کمند صید بهرامی بیفکن جام جم برگیر. مالک خود را همیشه قصه گدازد، ملک پری پیکری شدیم و برستیم. تا تو اشارت کنی که در قدمم ریز، جان گرامی نهاده در کف دستیم. در همه چشمی عزیز و نزد تو خاریم، در همه عالم بلند و پیش تو پستیم. سلامی که شما خدمت به پیشگاه امام حسین علیه السلام ابتدای برنامه تقدیم کردید، این مصداق این بیت است امام حسین که به خاطر اینکه پیش خدا خودش رو پایین آورد و کوچک کرد و به خاطر فرمان خدا تن به هر گرفتاری سپرد و حاضر شد بدن مطهرش حتی زیر سم اسوان بره، به همین خاطر در همه عالم بلند شد. درست مثل یه دانه‌ای که رفت زیر خاک، از اونجا عروجش و معراجش آغاز میشه. در همه عالم بلند و پیش تو پستیم، در همه چشمی عزیز و نزد تو خاریم. در همه عالم بلند و پیش تو پستیم. تا تو اشارت کنی که در قدمم ریز، جان گرامی نهاده بر کف دستیم. دوستی آن است سعدیا که بماند، خوش به حال اونهایی که عهدی که با خدا بستند اون رو تا آخر نگه می‌دارن و وسط راه فشارها و گرفتاری‌ها و مشکلات اونها رو از میدون به در نمی‌کنه. دوستی آن است سعدیا که بماند، عهد وفا هم بر آن قرار که بست. خب، گفتگوی ما در این شبها راجع به روش تربیتی قرآن بود. عرض کردیم که قرآن یک مسیر برای تربیت داره و اون مسیر تقواست، که اگر خواستیم ما به اون قله تقوا برسیم، مسیری که قرآن پیش روی ما میذاره مسیر محبته و خداوند بالاترین دستاوردی که برای یک انسان قائله این است که خدا او رو دوست داره. ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب الصالحين. و از این
واژه ها در قرآن ما فراوان داریم که خدا انسان های خوب، صالح، با تقوا، محسن و نیکوکار رو دوست داره و از اون طرف لا یحب المسرفین، لا یحب الظالمین، لا یحب من کان مختالا فخورا، اونهایی که غرور و تکبر اونها رو گرفته خدا میگه من اینا رو دوست ندارم. و اگر ما تو این وادی و در این واژه محبت بیشتر سیر بکنیم و اگر کسی همین به قول مولانا عشقهای مجازی رو هم مختصری سیر کرده و مختصری نیل کرده و مختصری تجربه کرده باشه، اون وقت میفهمه که اون عشقهای واقعی، گفت عشق مولا کی کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. اگر کسی عشق لیلایی به سرش زده باشه، اون وقت عشق مولای لیلا رو بهتر درک میکنه. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. به قول علما المجاز و قنطره الحقیقه، یعنی حتی این عشقهای به اصطلاح مجازی میتونه پلی باشه برای عشق حقیقی. و اون محبت یک که امشب میخوام راجع به اون خورده بیشتر صحبت کنیم و باز کنیم این مفهوم رو، چیزی نیست که با کلمات بخواد ادا بشه، که به قول حافظ که علم عشق در دفتر نباشد، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. مال این کلمه ها نیست که من به کسی بگم دوستت دارم. بله خدا هم گفته دوستت دارم. ما الان تعارفات ما با دیگران با همین کلمه محبت دیگه، یکی که مثلا یه خورده میخوایم ابراز علاقه بکنیم در ادبیات فارسی، حالا من تو ادبیات انگلیسی نمیدونم، حمید آقا اونجا شما کمک کنید، ما تو ادبیات فارسی چقدر از این واژه ها به کار میبریم، قربونت برم، دورت بگردم، فداتون بشم، تصدقتون، از این حرفا میزنیم که همه از مشتقات و مترادفات واژه محبت. و یه وقتی یک جای خوندم که زبان فارسی متملق ترین زبان دنیاست، حالا کسی که احتمالاً مثلا بسیاری از زبانها رو بلد بوده که این حرف رو میزن، گفت این انگلیسی ها فقط برای واژه عشق فقط همین کلمه love دارن، فقط چراها میگن I love you، ولی ما ده ها واژه داریم. همین هایی که عرض کردم یه بخشیش بود که دورتون بگردم، فداتون بشم، تصدقتون بشم، نمیدونم عاشقتونم، دوستتون دارم، مشتاق دیدارتون هستیم و از این واژه ها. و در حالی که میدونیم اینا 99.999 تعارفاته به همونی که خیلی میگیم دورتون بگردم و فداتون بشم، اگر آمد یه مشکلی پیدا کرد و به ما خواست دست نیاز دراز کنه، یهو در میریم دیگه پیدامون نمیشه، دیگه تلفنشو به هر بهانه ای هم که شده جواب نمیدیم و رد میکنیم. در حالی که وقتی خدا میگه من کسی رو دوست دارم، به راستی عاشق اونست، به راستی به اون مهر و محبت داره. و اگر این محبت رو ما یه خورده بشکافیم، من یه وقتی برای این جوونا همین آقا صحبت میکردم راجع به این که ازدواج بر دو پایه استوار، اگر دختر و پسری بخوام با هم ازدواج کنن، دو رکن داره که این دوتا میتونن به هم پیوند بخورن. رکن اول چیه؟ رکن اول من میگم، رکن دوم محمد آقا شما بفرمایید. رکن اول همین محبت، که این آقا به این خانم علاقه پیدا بکنه، عاشقش باشه، این خانم به این آقا عشق و مهر و محبت پیدا بکنه. رکن دوم چیه حمید آقا؟ ذاتو عرض کنم، تفاهم میتونه باشه. تفاهم، آفرین. هم کف بودن میتونه باشه. کف هم. خب کف هم که نباشه که محبت پیدا نمیشه که. بالاخره شما هیچ وقت برای همسری مثلا نمیرین یک پیرزنی رو انتخاب بکنین، یا مثلا یه آدمی که اصلا فرهنگش، دانشش، نمیدونم قیافش با شما هیچ تناسبی نداره. طبیعتاً وقتی محبت بود، کفیت هم شکل میگیره. وقتی محبت بود، تفاهم هم پیدا میشه.
که تفاهم داشته باشیم. بعضی میگن آقا رکن دوم صداقته، به هم راست بگید. ببینم اگر شما راست راستی کسی رو دوست داشته باشین، به او دروغ حاضرید بگید. اگر مردی به زنش دروغ گفت، زنی به شوهرش دروغ گفت، پس معلومه دوستش نداره، علکی بوده. گواه عاشق صادق در آستین باشد. محبت وقتی آمد هزار مفهوم زیر مجموعش می. شما کسی رو دوست داشته باشی، محال او رو ناراحت بکن، محال یک لحظه ناراحتی او رو تحمل بکن. وقتی کسی رو دوست داشته باشیم، منسوبینش هم دوست داریم، درسته؟ شما اگر راست راستی عاشق همسرتون باشید، به او عشق ببرزید، دوستش داشته باشید، مادر همسرتون، پدر همسرتون، برادر همسرتون، خواهر همسرتون و همه اینهایی که در دایره محبت او قرار میگیرن، به اونها هم مهر میبرزید. و اگر یه وقتی حرفی زدن، ما رو ناراحت کردن، دل ما رو شکندن، به خاطر اون محبتی که به اون شخص داریم، اونها رو هم تحمل میکنیم، زود کینه نمیکنیم، به دل نمیگیریم، میگیم حالا یه چیزی گفتن، پدر بوده، مادر بوده، بزرگتر بوده، درسته؟ این که مولانا میگفت از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه ها مل میشود، از محبت نار نوری میشود، از محبت دیو حوری میشود، از محبت مرده زنده می شود، از محبت شاه بنده می شود. این یه واقعیته. این برای مشاعره که مولانا این اشعار رو نمی گفت که. می گفت واقعا اگر کسی به کسی عشق ببرزه، اگر او کاری کرد که یه جایی مثل یه خاری به دل آدم، ولی آدم مثل اینکه گل به دست او داده. و البته کار سختیه. شما ببینید خیلی از آدم ها بودن به ظاهر عاشق هم بودن، بعضی مدتی به تنفر رسیدن، به غیظ و غضب آمدن، همدیگر رو رها کردن، اصلا نمیخوان دیگه قیافه هم ببینن. پس عشق نبوده از اول، خیال عشق بوده، هوسی بوده به نام عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. اگر یک عشق واقعی بود، همه این اتفاقات خوب میافت که اگر یه جایی طرف یه حرفی زد شما رو ناراحت کرد، مادر شوهر یه چیزی گفت، عروس ناراحت شد. اگر راستی شوهرش دوست داشته باشه، اون حرف راحت تحمل میکنه. اگه شوهرش هم خبر نداشته باشه، محاله به رخ او هم بکشه، بگه حالا چیکار دارم، حالا مادرش چیزی گفته، من چرا دیگه همسرمو ناراحت کنم که ننه تو هم چه حرفی زده، دیگه من خونه‌شون نمیام. نه، یه چیزی گفته، من تحمل میکنم، بر خودم میتابونم، طاقت میارم، به خاطر اون محبتی که به این همسر عزیز و نازنینم. درسته؟ و این خیلی مهم. وقتی که محبت واقعی بود، سازگاری میاد، این زن با این مرد میسازه، این مرد با این زن میسازه، با همه چیزش میسازه، با اخلاقش میسازه، با مسائل اقتصادیش میسازه، با نمیدونم قیافش میسازه، با شرایط مختلفش میسازه. گاهی به باغم میکشی، گاهی به داغم میکشی، پیش چراغم میکشی. همیشه آدم وضع مالیش خوب نیست، همیشه وضع حالیش خوب نیست، گاهی سلامته، گاهی بیماریه، گاهی شهرته، گاهی گمنامیه، گاهی فقره، گاهی ثروته. با همه این حالات کنار میاد آدم و میسازه. اینه که واقعا عشق واقعی، و حالا که من وارد این بحث شدم، این قبل از ازدواج شکل نمیگیره، خورد خورد و آروم آروم و اندک اندک میاد. به قول حافظ یه بیت معروفی داره دیگه، مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم. میگه هرچی که بیشتر ما همدیگر رو میبینیم، هرچی بیشتر کنار هم میشینیم، هرچی بیشتر روح ما و حتی جسم ما به هم استکاک پیدا میکنه، محبت ما نسبت به هم عمیق‌تر میشه، گسترده‌تر میشه، مهر ما نسبت به هم وسعت و عمق بیشتری پیدا میکنه. و الا اینایی که 4 روز مثلا تو چتروم عاشق طرف شد، خب تو چتروم که آدم نمیتونه عاشق یارو بشه، که تو اصلا ندیدیش، کاش زندگی نکردی، زیر سقف نرفتی، تو حالات مختلف آزمایشش نکردی، 4 کلمه خوشگل گفته، اینقدر شما ساده لوح بودی که با
با اون چهار تا کلمه گول خوردی. بایستی انسان طرف رو آزما و حتی برمیست که روایت داره اگه خواستین یک دوستی جدی انتخاب بکنین که دو سه بار طرف رو عصبانی بکنین ببینید او چه حالی پیدا میکنه. زود قهر میکنه، میره تمام پته شما رو آب میریزه، دشمن شما میشه، یا نه باز میمونه، باز وفادار میمونه. اینا خیلی مهمه که ما توجه بکنیم که واقعا اگر محبت بود همه این حالات هست. حالا اگر خدا گفت من تو رو دوستت دارم، ببینید چه حالی این خدای مهربان پیدا میکنه نسبت یه بنده ضعیف ناتوان پر از عیب و ایراد، پر از گرفتاری و فقر و معصیت. در این حال خدا میگه من تو رو دوست دارم. نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم. به پیغمبر تو قرآن میفرماید به بندگان من خبر بده که منی که خدای اونها هستم، هیچ نیازی هم به اونها ندارم، ولی مهربان و دارای بخشش گسترده‌ای هستم. چون ما وقتی به کسی علاقه پیدا میکنیم، نه 99%، تقریبا 100% ما به خاطر نیازی است که به اون آدم داریم، یا لطفی که اون آدم به ما کرده. و یه روزی هم این نیاز دو طرفی خواهد بود، هم من به او احتیاج دارم هم او به من احتیاج دارم. مثل دو تا برادر، دو تا خواهر، نمیدونم، حتی پدر و فرزند. بالاخره ما تو ادبیاتمون داریم دیگه، میگه این عصای کوری منه، پیری منه، نمیدونم. و ولی خدا اینجوری نیست. یه غزل خیلی لطیفی حافظ داره که از زبان ما به خداوند، که پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. نه ما با تو، تو از اول عاشق ما بودی. مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما اگه تازه عاشق خدا هم بشیم، محتاجیم به او، نیازمندیم به همه جور لطف و کرم او، ولی او هیچ نیازی به ما نداره. و این خیلی عجیبه که اصلا عشق واقعی، مولانا در یه بیتی میگه، میگه عاشق واقعی خداست، عاشق حقیقی خداست. همه آدم ها اگر عاشق خدا بشن، عشقشون مجازیه، عشق حقیقی از طرف اوست. عاشقی بر غیر او باشد مجاز. اینه که چرا؟ چون ما به او محتاجیم. اگر ما به کسی هیچ گونه احتیاجی نداشتیم، نه مادی، نه معنوی، نه سر پیری، نه در جوانی، هیچ هیچ، و در این حال دوستش داشتیم، اون وقت میتونیم بگیم یه رشحه ای، یک چه میدونم، یک ذره ای از اون عشق الهی کم کم داره میاد تو دلم. عاشقی، عشق وصف، عشق زوصاف خدای بی نیاز. عاشقی بر غیر او باشد مجاز. اگر ما که غیر او هستیم عاشق او شدیم، وقت مجازی عاشق او هستیم. این عشق حقیقی از او میاد و از طرف او صادر میشه. به همین خاطر بالاترین مقامی که به انسانهای خوب میده مقام محبت. و اینجاست که آدم تربیت میشه. این که ما بچه هامونو، یه سوالی به نظرم جناب آقایی پرسیده بودن که دیشب فرستادید، که آقا ما بچه هامونو چجوری تربیت کنیم؟ با مبنای محبت. ما اگر راست راستی بچه‌مون رو دوست داشته باشیم، که معمولا دوست داریم، ولی به اقتضاعات این دوستی باید توجه کنیم. این خیلی مهمه. بله ما میگیم دوستت داریم، هر زنی به شوهرش میگه من دوستت دارم، هر شوهری، ولی این نیست، این کلمه نیست. خدایا عاشقتیم، استاد کریم مخلصتیم، اینا همون لغلقه های زبان ماست. چون اون جاهایی که اقتضاعات این دوستیه، یعنی باید یه کتابی بنویسیم که محبت و زیر مجموعه های محبت. ببینیم چیزی، این رفتاری که من الان با بچه هم داشتم که رفتار محبت آمیز نبود، اگر برای تربیت او یه جایی مجبور شد، چقدر تحملش میکنم، چقدر تحمل،
چقدر کوره در میرم. اگر یه جایی لازم شد که از کوره در برم، یه عصبانیت، یه خشم، یک اخمی، به قول سعدی نباید این خیلی طول بکشه، مگه دوستش نداری؟ بچه غرور پیدا کرده هرچی مامانش میگه بیا برو بابات آشتی کن، نمیاد. بابا چرا نمیاد آشتی کنه؟ اتفاقا قرآن میگه وقتی میخواد یه بنده ای توبه کنه، اول خدا توبه میکنه و برمیگرده به اون بنده، بعد این بنده برمیگرده. یتوب الله علیهم ثم تابوا، بعد اینا برمیگردن. این خیلی مهمه. اگر پدری راستاسی، مادری به راستی بچه رو دوست داره، بچه تخلفی کرده، فعلا بایستی به خاطر اون مهر گاهی لباس قهر به خودش میپوشه، مهره، یعنی در لباس قهر ظاهر میشه. مثل بچه که نمیدونه واکسن برای چیه، آمپول برای چیه، من کردن از خوردن شیرینی و شکلات برای چی، سرما خورده پدر مادرش میگه نباید الان شیر، بچه تو عالم کودکیش نمیفهمه، خیال میکنه بابا و مامان باش لجن، باش قهر کردن، دشمنن که نمیذارن او به لذتاش برسه. بعد که بزرگ شد میفهم گاهی خدا به ظاهر به ما قهر، چهره قهرش نشون میده، ولی یا میخواد ما رو تربیت کنه یا اون قهر فعلا برای ما لازمه، چون خطر میفته. و چون اینا رو نمیدونیم، به قول مولانا خلق اطفالن جز مرد خدا. خیلی از ما آدم ها خیال میکنیم بزرگ شد، واقع فکرمون کودکانه است. خلق اطفالن جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. اون خدایی که کرمش و محبتش واقعیه، مثل ما شوخی نیست، مجازی نیست، به تمام اقتضاعات اون محبت، زیر مجموعه اون محبت عمل میکنه. و این خیلی مهمه. و وقتی خدا میگه من یک کسی رو دوست دارم، این بهترین روش تربیت دیگه. از این روش شما اگر روش برتری، بالاتری پیدا کردید، بگید ما مشتری بشید. پشت این کامیونا گاهی می نویسن گشتم نبود نگرد نیست. این همونه واقعا، گشتم نبود که نگرد نیست که پیدا نمیشه. و خدا از طریق محبت بندگانش رو تربیت میکنه و به اون مقصد تقوا میرسه، که تو اگر با تقوا شدی میای تو دایره محبت. اگر رفتی به سمت بی تقوایی، رفتی به سمت بد اخلاقی، رفتی به سمت رها کردن تربیت درست و اخلاق و تقوای درست، بدون که از دایره محبت خارج میشه. و وای به حال اون آدمی که خدا بهش بگه که حرف نزن، نمیخوام صدا تو بشنوم. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. میگه اینایی که تو دنیا با خدا قهر کردن، خدام تو آخرت با اونها قهر میکنه، چشمشو به روی اونها میبنده، دوستشون نداره. و اگر دوست نداشت خدا بنده ای رو، کارش تمومه. به عنوان یک مستاق دیگر عرض بکنم، شما ببینید امروز آقای حمید آقا، اون دومین، این سوال ما هنوز پاسخش مونده، و یادت باشه که دومین رکن ازدواج چی؟ اولیش محبت. هر چی که شما بگی این زیر مجموعه محبت، بگی صداقت، بگی نمیدونم تفاهم، بگی ساختن با هم دیگه، بگی نمیدونم گذشت، بگی نمیدونم هرچی، همه اینا میاد زیر مجموعه محبت. و این خیلی مهم. حالا یک سوال دیگری خدمت شما داشته باشیم، و اون این که امروز به نظر شما مهمترین ویژگی حاکمان برای اداره یک جامعه چیه؟ اجرای چه صفتی اگر از ناحیه حاکمان و مسئولین سیاسی در جامعه پیاده شد، ما اون حاکم رو و اون رژیم سیاسی رو خیلی رژیم خوبی میدونیم، در مقابل او کرنش میکنیم، دستشو میبوسیم و حاضریم بریم در تحت حکومت او زندگی بکنیم. مهمترین صفت حکام چی باید باشه آقای حمید آقا جان؟ اجرای چی باید باشه؟ اجرای عدل دیگه، اجرای عدالت. آفرین، 1300 آفرین حمید آقای خوب و نازنین فرشته روی زمین. بله، اجرای عدالت. الان ما یکی از درد بیدربونایی که تو کشور خودمون داریم این است که بی عدالتی فراوان، ظلم داره به مردم زیاد میشه.
تو قوه قضاییه داره به مردم ظلم میشه، در شهرداری ها داره ظلم میشه، در اداره مالیات داره ظلم میشه، تو بازار داره به این مردم ظلم میشه، در حقوق و درآمد داره به این مردم ظلم میشه و خیلی وقتا حتی پلیس به مردم ظلم میکنه، به خاطر اینکه گاهی بعضیا رو پارتی بازی میکنه، با بعضیا نه سخت گیری میکنه، یه تلفن بزنن آقا این آقازاده فلانیه، اینو ردش میکنه، اینو نمیدونم چیکارش میکنه. اما اگر کسی آقازاده نبود و آدم عادی بود، پدرش هم گاهی در میاد. این میشه ظلم در راهنمایی رانندگی، قوانین رانندگی. اینه که مردم ناراحته. تو داستان ها میخوندم که یک کسی دید یه خانمی سر یک جنازه نشسته داره چه جور گریه میکنه. خانم کیه؟ گفت این برادرم. چی شده؟ گفت این یه پلنگی تو این منطقه است، این پلنگه رو دریده پاره کرد. چند وقت پیش هم یکی از بچه های من هم همین پلنگه درید و پاره کرد. گفت خب خانم چرا اینجا زندگی میکنین توی منطقه که این همه خطر هست، پلنگ ممکنه هر دفعه بیاد؟ گفت بله پلنگ خطرناکی هست، ولی یک حاکم عادل این سرزمین داره، این شهر و این منطقه داره، ما به عشق او اینجا هست، حاضریم خطر این درندگانی که گاهی به ما حمله میکنن و عزیزان ما رو میدارن تحمل کنیم به عشق اون عدالتی که اون حاکم بود. حالا این یک حکایتی است که معلوم نیست واقعیت داشته باشه، ولی از یه واقعیتی حکایت میکنه که آقا عدالت اگر بود، انسان‌ها حتی حاضرن فقر رو هم تحمل بکنن، بسیاری از خلأ‌ها رو هم تحمل بکنن که آقا حاکم ما، رئیس ما همین جوره، او هم هنوز واکسن نزده، ما هم نزده، او هم من یه وقتی میگذارم آقا تو، حالا به نظرم توی مونترال هم هست دیگه، همه جا شاید باشه، یه خطوط وی آی پی هست، نمیدونم ویژه هست، خط ویژه هست که یه عده میرن تو کشورمون. خط ویژه علاوه بر اینکه مثلا اتوبوس ها از اونجا میرن تو اون خط ویژه میرن، مسئولین هم الحمدلله همه تو همون خط ویژه میرن. بعد میگیم خب آقا چه نمیان این ور؟ تو مردم میگن نه دیگه، ایشون آقای رئیس جمهور، ایشون وزیر، ایشون وکیل، ایشون رهبری، ایشون کار داره باید بره، مردم است که کار ندارن بیکارن. اصلا تو اگر از خط ویژه رفتی هیچ وقت نمیتونی درد مردم رو درک کنی که 2 ساعت تو ترافیک بودن یعنی چی. نه من اینو قبول ندارم، تو حق نداری، خط ویژه مال آمبولانسی که مریضی که داره میمیره، یا یه پزشک جراحی که البته پزشک جراح هم باید زودتر حرکت کنه که بتونه با احتساب ترافیک ها برسه. ولی حالا اگر فرض مثلا 4 تا جراحی در 4 تا بیمارستان داشت و نرسید، گفتن آقا یه مریضی خونریزی کرده شما برید، او باید کارتش نشون بده که آقا اجازه بدین من برم، من الان یک بیمار بدحالی دارم، یه زاو آوردن، من باید تا 2 دقیقه دیگه اونجا باشم بالا سرش و الا جان خودش و حملش در خطر، و الا آقای رئیس جمهور و وزیر و وکیل زودتر حرکت کنید و بیان تو مردم. وقتی اگر چشیدن که مردم چه میکشن، وقت میتونن مشکلات رو حل بکنن، مشکل ترافیک رو کمش بکنن، حلش بکنن. و اگر خیلی بهشون چسبید، فردا که میکنه خونه خالشون هم برن، از همون خط ویژه میرن. آقا تو که برای نمیخواستی به کار مردم رو مندازی، میخواستی بری اونم زیارت شخصی، میخواستی بری صفا کنی، میخواستی بری تفریح کنی، میخواستی بری منم سلی رحم بکنم، چه حالا دیگه چرا از خط ویژه میره؟ چون وقتی آدم از خط ویژه رفت و زود رسید دیگه همیشه میخواد بره، و همین خاطر همیشه دوست دارن یک مثلا احساس تکلیف میکنن که همیشه رئیس باشن مسئولین ما، به خاطر اینکه امکانات ویژه وی آی پی براشون، هم فرودگاه میخوان برن وی آی پی، مسافرت میخوان برن ویژه، نمیدونم تو شهر میخوان برن خط ویژه. اینه که عدالت تو همه شؤونش، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت الان این سرصدایی که تو کشور شده با این مصاحبه‌ای که آقای ظریف کرده، که شما هم قطعاً اونجا بیش از ما اگر خبرها رو پیگیری نکنین کمتر نیست، به خاطر اینکه یه خبرهایی رو که دیگران نداشتن و بایستی خبرهای امنیتی کشور نبوده، خبرهای اجتماعی کشور بوده،
و مردم نداشتن، گروه خاصی داشتن. حالا که این خبر منتشر شد، ولوله تو جان جامعه ایجاد شد. عدالت خبری، عدالت حضور شما عرض بکنم که در نیازها، ما چقدر نیاز داریم؟ نیاز عاطفی، نیاز غریزی، نیاز به تفریح، نیاز به مسافرت، نیاز به ورزش، نیاز به هوای خوب، نیاز به طبیعت خوب، همه اینا نیاز. و در حالی که یه عده از بهترین امکانات و با بالاترین پاسخها به این نیازهاشون دارن، یه عده هم در محرومیت، تا میرسه به محرومیت مطلق دیگه، واقعا آدم اصلا شرمش میاد بگه که اینجا کشور اسلامیه و ما به نام اسلام داریم مثلا چنین و چنان. درست شد؟ عدالت رو امروز اگر کسی پیاده بکنه، ما کلامونو میندازیم آسمون و دستشو میبوسیم و او رو بنده خاص خداوند میدونیم، آقای حمید آقا. اما و هزار اما، که امیرالمومنین در عهدنامه مالک میفرماید نه خیر جناب مالک، عدالت کافی نیست برای حاکم اسلامی، اون برای بقیه حکومت هاست. خانم مرکل اگر عدالت پیاده کرد، آقای جاستین ترودو اگر عدالت پیاده کرد، آقای این رئیس جمهور جدید امریکا، آقای چی اسمش جان یادمون رفت از بس ترامپ بلا سر ما آورده دیگه، آقای جو بایدن، بله، عدالت به خرج داد، اینا خیلی خوبه، این مال اوناست. اما اگر کسی به نام اسلام، به نام شیعه امیرالمومنین خواست حکومت بکنه، در همون اول عهدنامه مالک میگه اولین شرط تو و مهمترین شرط حاکم این است که باید مردمش رو دوست داره، عاشق مردم باشه، عدالت منعطف به محبت باید باشه. چون عدالت میتونه منعطف به محبت نباشه، به عنوان یک به اصطلاح قوانین حقوقی میتونه باشه. من میتونم عدالت رو پیاده بکنم، خیلی هم اینجور نیست که عاشق و شیفته شما باشم. مثالهاش هم میتونم بزنم که فرق بین عدالت معطوف به محبت با عدالت بدون عطف به محبت چه فرقایی میتونه داشته باشه. اول عهدنامه مالک میفرماید اشعر قلبک رحمت للرعیه و لطف بهم و المحبت لهم. میگه اگه میتونی مردم رو دوست داشته باشی، اونجوری که فرزندتو دوست داری، اون وقت تو میتونی حاکم بشی، اون وقت تو صلاحیت حکومت داری، و الا خود به خود به قول ما طلبه ها تو منعزلی قبل از اینکه عزلت بکنه. ببین میتونی اینجور مردم رو مثل خانواده خودت بدونی، جوان مردم چجور برای جوان خودت دنبال شغلی. ما یک نفر تو کشور نداریم مثلا از مسئولین که بچه هاشون بیکار بود، هر جور هست. حالا یا اون شایستگی، شایستگی دارن، خب که دارن دیگه، هم ندارن چون بالاخره بچه وزیر، وکیل، نماینده مجلس، با یه تلفن شغل براش پیدا میشه. برای بچه های مردم چطور؟ ما الان 90 و فکر میکنم چند درصد اینایی که از کشور میرن میگن ما این شایستگی هایی داشتیم، میتونستیم خدمت کنیم، ولی به خاطر اینکه مثلا پارتی نداشتیم، کسی حرف ما رو نمیخرید، آقازاده نبودیم، به جای بند نبودیم، نتونستیم یک شغل مناسب، و مجبور میشن. به جالب امیرالمومنین در یک عبارت دیگری در نهج البلاغه به یک استاندار دیگری، به زیاد ابن ابیه مینویسه، میگه مواظب باش تو ظلم نکنی، که اگر ظلم کردی وحذر الاسف والحیف، حیف با هی جیمی یعنی ظلم، که اگر ظلم کردی و اگر عدالت رو به جا نیاوردی و اجرا نکردی، یعود و بالجلا. خیلی جالبه، مردم از کشور تو میرن، کوچ میکنن، فرار مغزها و فرار سرمایه ها و فرار، و در واقع فرار نیست، فراری دادن، تو با بد عمل کردن اون رو فراری دادی. بله، هیچ کس حاضر نیست وطن خودش رو، شهر خودش رو، مهر مادری خودش رو، بستگان و دوستان و آشنایان و محله خودش رو رها کنه بره اون بر عالم با هزار درد و رنج و غربت و گرفتاری.
چه فشاری باید اینجا بهش بیاد که مجبور بشه که ترک خانمان بکنه. پس ببینید عدالت که محوری ترین بحث امروزه، وقتی میاد تو اون چارچوب تربیت اسلام رنگ محبت پیدا میکنه، که اگر رنگ محبت پیدا کرد اون وقت آثاری پیدا خواهد کرد، که به من اجازه بدید من امشب به همین مقدار که بسیار بحث مهمه بود بسنده کنم و اگر سوالاتی باشه در خدمتون باشم و ادامه رو انشالله برای فردا شد. دست شما درد نکنه آقا، استفاده کردیم مثل همیشه بسیار شیوا و صریح. خدمت شما عرض کنم اگر که اجازه بدید اول من سوالای دیشب رو از خدمت شما بپرسم و بعدش حالا تا چند دقیقه پیش که من نگاه میکردم هنوز سوال روی یوتیوب نیومده بود، دوستان تو این فرصت سوالاتشون رو روی یوتیوب برای ما درج کنن. خب سوال اولی که از دیشب برای ما اومده، حسن آقای رستگار میگن که سلام کردن آرزوی قبولی طاعات، آیا این درسته که نتیجه تقوا را همان تخلق اخلاق الله یا مقام خلیفت اللهی بدانیم و تقوا مقدمه‌ای برای رسیدن به این مقام هستش؟ بله بسیار نتیجه‌گیری خوبیه. اگر ما تقوا به معنای خاص کلمه و در بالاترین درجه تقوا، چون یک شب عرض کردیم تقوا خودش مراتبی داره، پیدا کردیم میشه تخلقو به اخلاق الله. اخلاق الهی هم همینه، چون خدا هم خودش بارها تو قرآن فرموده با تقریبا کلمه های مختلف که ان الله لیس بظلام للعبید، ان الله لا یظلم مثقال ذره، من سر سوزنی ظلم به کسی نمی کنم. خود یکی از صفات خداوند تقواست دیگه، یا اهل تقوا و المغفرت، و دعا قنوت نماز عید فطر میخونیم دیگه، یا اهل تقوا به خدا میگیم که خدایا تو اهل تقوایی، تقوا از تو صادر میشه. اگر ما تونستیم به اونجا برسیم اون وقت اندک اندک به مقام همون جانشینی خدا که خلیفت اللهی باشه که اهل عرفان و معرفت میگن به اونجا خواهیم رسید، که این از همین تونل تقوا عبور میکنه. اگر ما تقوا رو در بالاترین درجهش احراز نکردیم و به دست نیاوردیم، اگر یک کسی گفت فلان آقا عارف شده، عارف به الله، نمیدونم به اخلاق الهی، از این کارهای گاهی شبه کشف و کرامات و نمیدونم جادو جنبلی، نه دیگه اون خیالات دیگه، اون بنده خدا بیچاره شیطان اومده بهش داره به قول حافظ من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه آن که مقبچه ای زهر طرف میزندم به چنگ و در. شیطان بچه ها دارن منو میرخصونن، نگو که خیالات برم داشته، اون کشف و کرامات شیطانیه، چون شیطان هم گاهی کشف و کرامات به یارانش میده و اونا بیچاره ها خیال میکنن که از طرف خدا یک الهاماتی به اونها و جبرئیل بر اونا نازل شد. این است که واقعا باید به تقوا در بالاترین درجهش که آدم عمل بکنه اندک اندک و همون مراحلی که جناب رستگار فرمودن انشالله میرسه. در خدمتون هست. دست شما درد نکنه. سوال بعدی ها این هستش که سوال کردن بیشتر تجربه شخصیتون رو پرسیدن، حالا شما هم میتونید از باب تجربه شخصی بفرمایید جواب این سوال رو، هم از باب روایات و احادیث و مطالب حکمتی که حالا در چنته دارید. آجا سوال اینه که میگن چه مسیر رو برای رسیدن به تقوا مؤثرتر و مفیدتر میدونید؟ البته راههای رسیدن به خدا، اون فیلم میگفتش که بعدد خلائق هست، حالا شما یکی از اون راه ها رو اتقال بفرمید. بله ما یک راه داریم که اتوبانه، که هر کسی تو این مسیر اومد همین راهی است که امشب عرض کردم، با اون راه محبت که اصلا میدونید دیگه عرفا و کسی مثل حافظ میگه اصلا خمیرمایه آدمیت و گل آدمی رو با آب محبت خداوند عجین کرده، بر در
میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنند. نمیگه بر در میخانه عبادت تسبیح گو، نمیدونم تخلقو به اخلاق الله، یا نمیدونم خلیفت اللهی تسبیح، میگه بر در میخانه عشق. میگه اون میکده ای که میکده عشق و محبته، اونجا خدا داره گل آدم رو خمیر میکنه تا آدم درست کنه. فرشته هم اونجا باید بیان سجده کنن، اونجا سبحان الله بگن و تسبیح خدا رو بگن. پیامبری که رحمتن للعالمین به او لقب میده، نه رحمتن للمؤمنین، نه رحمتن نمیدونم لشیعیان، اینا رو بعدها ما درست کردیم. قرآن میگه رحمتن تو برای همه، مثل خورشیدی، تو خورشید نورش، حرارتش، انرژیش مگه مال یه گروه خاصی؟ تو از خورشید خیلی بالاتر. چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. این است که مسیر اینه، و هر کسی هم تو این مسیر واقعا تجربه های شخصی فراوان. میگه آقا یه معلمی راست راستی ما حس میکنیم بچه ها رو دوست داره، در خارج از وقت کلاس هم اگر سوالی داشت شب هم گاهی زنگ میزد تو خونه فلان دانش آموز با پدرش با مادرش صحبت میکرد. شب که هیچ معلمی حقوق نمیگیره، اضافه کاری نمیگیره، ولی چون به بچه ها عشق میورزید، دغدغه داشت، نگران بچه ها. یکی میبینی نه رفته دفتر نشسته، موقع مثلا چای خوردنش اگر بگن پدر یه دانش آموز میاد میگه نه الان من دارم استراحت میکنم، فعلا داریم چای میخوریم، وقت نداریم، بگید برن مثلا دو ساعت بعد بیان، حالا هم موقع بیان. معلومه که تو با محبت نیستی، تو فقط پول میگیری، میگه به اندازه پولی که به من میدن منم خرج به اصطلاح تعلیم بچه ها میکنم. اگه یه بچه بازیگوشی میکنه میگه به من چه، من بهترین معلم فیزیکم، بهترین، میخواد گوش بده، چرا من خودم رو اینقدر اعصابم رو خورد کنم و چه مثلا معرکه بگیرم که این بچه رو بتونم جذب خودم بکنم، جذب این درس بکنم. او این تمایل رو پیدا نمیکنه. ریشهش کجاست؟ اون محبت نیست. اینه که واقعا اگر محبت بود، یه کسی میبینه تجربه شخصی داره تو اداره، میگه آقا یه مدیری داشتیم راست راستی این کارمندا رو دوست داشت، تو دانشگاه یه استادی داشتیم واقعا به دانشجوها عشق می‌ورزید. یه کسی میگفت که ما یک استاد طبی داشتیم که وقتی میخواست بره سر عمل جراحی، احساس میکردیم به تک تک سلول‌های مریض احترام میذاره و محبت. و از اون ما خیلی چیزا یاد گرفت. ولی خیلی از استادای طب دیگه هم بودن، نه عادی بود براش. به خصوص وقتی یادم کارد چاقوی جراحی زیاد دستشه، مثلا روزی 10 تا شکم رو چاک میده، نمیدونم 5 تا کاسه سر رو در میاره، دیگه میشه مثل مردشور که هیچ وقت گریهش نمیگیره دیگه، اطرافیان مرده گریه میکنن، مردشور چون روزی 10 تا مرده میشوره دیگه براش عادیه دیگه، مثل این که خلاصه یه گوشت لخ میانداختن اینجا داره تمیز میکنه. اینه که واقعا اینجوره که اگر تجربه های شخصی آدم ها رو شما جمع کنین، من فکر میکنم قطورترین کل بینوایان ویکتور هوگو ماجرای یک محبته که یک آدم عوضی عرازل رو یک کشیشی که دوستش داره، و اون وقتی که این جان والجان میاد این شمدونهای نقره‌ای کلیسا رو میدزده و پلیس دستگیرش میکنه، بعد اون آقای کشیش میگه که نه آقا ندزدیده، من خودم بهش دادم، حاضره به خاطر اینکه محبتش رو به اون نشون بده. در تهران یه وقت همچی اتفاقی افتاد، یه دزدی زده بود منزل یکی از این علمای سابق، به نظرم مرحوم قوام که یکی از وعاظ معروف تهران بود، البته به سن ما اقتضا نمیکنه، ما ندیدیمش، بزرگان و پیرمردها دیده بودنش و از او خاطره ها دارن. الان تو اینترنت بزنین مرحوم قوام میاد، سید مهدی قوام میاد، و او پلیس گرفته بود، یه قالیچه دزدیده بود. بعد آقای قوام گفت نه آقا ندزدیده، من خودم بهش دادم. این دزد بیچاره از شر و
بعد که پلیسا ولش کردن گفت آقا این گالیچه رو ببر بفروش، یه سرمایه‌ای برات بشه، دیگه دست به این کار نزن. بعدم اون واقعا منقلب شده بود، توبه کرد، یعنی یک محبت به یک دوز او رو اصلا زیر و رو میکنه، زندگی او رو عوض میکنه، مسیر زندگیش رو جابجا میکنه. رفته بود بعد دست فروشی و بعد کم کم هم یه مغازه باز کرد و اصلا زندگیش متحول شد. اینه که واقعا اگر ما تجربه های محبتی زندگیمون رو بخوایم پیدا بکنیم و کم هم پیدا میکنیم دیگه، آدمی که به راستی عاشقانه با مجموعه‌ای که با اونها سر و کار داره رفتار بکنه، باید بگردیم. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست که همچه انسانی پیدا بکنم. در خدمتون هستم آقای حمیدان. دست شما درد نکنه جا. سوال بعدی که یعنی آخرین سوالی که مال دیشب هست رو هم خدمتتون عرض میکنم، حالا بیشتر یه جورای کامنت و یه درخواستی که از شما داشتن. میگن با توجه به نزدیک شدن ایام شهادت حضرت علی، اگر هر شب مطلب کوتاهی از شیوه و رفتار و حکومتداری اون حضرت هم بیان کنید مفید خواهد بود و تشکر کردن. انشاءالله. البته امشب که خوب مفصل گفتیم از حضرت و بعضی از نامه ها، انشاءالله سعی بکنیم که دو سه شب آینده بتونیم هر شب یه قطعه از روش و سیره اون حضرت رو گفتگو بکنیم و هممون درسی برای همه ما باشه انشاءالله. دست شما درد نکنه. سوالی که توی یوتیوب اومده و دو تا سوال هست، یکی روی یوتیوب، یکی هم برای من شخصا فرستادن. حالا نمیدونم یوتیوب مشکلی داره یا نه، چون من گفتن که نمیتونن بنویسن حالا توی یوتیوب. دوستان اگر که بررسی کنن هم خوبه. سوال از طرف یکی از خانم ها هستش، میگن که با توجه به بحث محبت و عدل که فرمودید، بنده متاسفانه توسط یکی از نزدیکترین افراد خانواده ضربه شدیدی خوردم که در واقع مسیر زندگیم به طور کلی منحرف شد. دو سال هست و من همچنان نمیتونم این فرد رو ببخشم. برای حل این مسئله چه باید کرد؟ اشاره کردن به بحث محبت و عدل امشب شما. در خدمت شما هستم. ببینید این یک بحث بسیار بسیار مهمیه و بسیار دامنداریه و بسیار حضور شما عرض بکنم که پیچیده‌ایه. بخشش ما خیال نکنیم خیلی راحت بخشیدن، چون از بس تو قرآن میگه خدا ان الله غفور و رحیم، ان الله کریم و غفور، ان الله تواب و رحیم، میگه خدا میبخشه تو هم ببخش. نه، سخت‌ترین کار بخشش. ببینید خدا اینجا وقتی یک بنده‌ای که خطا کرده و میخواد ببخشه او رو، مثل این میمونه که شما آب جوش رو گرفتی رو دستت ریختی، سوخته، پوست این دست ور اومده، تاولها زده بیرون، به گوشت رسیده، حالا این ببخش یعنی خدا بخواد یه بله ببخش. من فرمودین نه آجا شرمنده بفرمید. خدا حالا اومده این آب جوشی که من ریختم رو این دست، میخواد یه دست بکشه و تمام این عوارض برداشته بشه و این پوست برگرده در یک لحظه جای اول خودش. اگه به این سادگیه، هیچ پزشک سوانه سوختگی نمیتونه این کارو بکنه. اینه که خیلی از جاها در قرآن خدا میگه فقط منم که میبخشم. ما با خطاها و گناهانمون چنین کاری کردیم، کار سوختن، از جنس سوختن. ما اتفاقا تو ادبیات خودمونم میگیم دیگه، مثلا یه جوونی، دختری، پسری تو زمان نوجوانی، جوانی میره دنبال یللی، تللی، رفیق بازی، بعد ما بهش چی میگیم؟ میگیم داری آتیش میزنی به جوونیت، آتیش میزنی به عمرت، داری خودتو خودسوزی میکنی دیگه. و بقیه گناهان هم همینجور خطاهای بشه و خدا میگه میبخش. این که حالا این ما چند مدل داریم، یک کسی مثلا پول ما رو خورده و ما اگر مثلا اون پول رو میداشتیم، اون امکانات مالی رو میداشتیم، میتونستیم مثلا یک مسیر دیگری. خب حالا آیا ما باید اون رو ببخشیم یا او باید پول ما رو برداری بیار بده؟ بگیم نه آقا ما نمیبخشیم، سوال ما رو بیار. بله، ما بایستی اون
طلبمون رو بگیریم، مگر اینکه او به یه حدی برسه که واقعا دیگه نداره، شده مفلس، شده بیچاره و گرفتار و نیتش اینه که اگر داشت میداد باز، اگر یه روزی این پول به دسته، چون بعضی هستن الان ندارن ولی تقریبا ته دلشون این است که اگرم داشته باشیم نمیگه دیگه. به مرور زمان بعضی چک ها تو کشور اینجوریه دیگه، ظاهرن زمان داره که اگر شما تاریخ اون چک رو تا نمیدونم یک سال دو سال نمیدونم تاریخ انقضای یک چک چگر که اگر نبردی و وصول نکردی و برگشت نزدی دیگه نمیتونی ببری دیگه. دیگه اگه بردی میگن هیچ آقا این چک وقتش گذشته منقضی شد. بدهی بعضی هم همینجور. اما اگر از نوع مالی نیست، مسائل دیگری است، مسائل عاطفی، مسائل ازدواج، مسائل حضور شما عرض کنم مانع پیشرفت های معنوی، پدری بوده نذاشته بچه درس بخونه و در اثر درس نخوندن این فرزند خصوص بعضی خانواده های متعصب نسبت به دخترهاشون یه تعصب های یه خود خاصی دارن و باعث میشن اصلا این دختر زندگیش عوض میشه، مسیرش منحرف میشه. میگه حالا من چجوری این پدر رو ببخشم؟ من اگه این نگذاشته بود، مانع نشده بود، گذاشته بود من این مسیر رو برم، امروز زندگی متحول بود، اصلا ازدواجم یه جوری دیگه میشد و و و خیلی چیزایی. اینه که واقعا اگر انسان بتونه ببخشه و بگذره، به خصوص جایی که دیگه فرصت جبران هم نیست، مثل اون مسئله مالی نیست که حالا هر وقت 20 سال گذشته طرف بعد 20 سال میاد پول آدمو میگه ببخشید من 20 سال پیش باید میدادم، حالا سودش هم میده، میگه اون روز من به شما 1,000,000 بدهکار بودم، این 1,000,000 تو طی این 20 ساله الان شده 100,000,000، این 100,000,000 مال شما الان من بعد شما میگه آقا دست شما در نکن، بله واقعا الان این 100,000,000 من گرهگشای منم هست، ولی یه چیزایی هست که دیگه جبران شدنی نیست، عمری بوده رد شده، آبرویی بوده رفته، زندگی بوده تغییر کرده، ازدواجی بوده. یه خانمی چند سال پیش ما مکه بودیم، بعد استاد دانشگاه تهران بود، ما رو دید گفت آقا من شما آخوندا رو نمیبخشم. منم تقصیر کار تو اون موضوعشون نبودم، گفتم چرا خانم دکتر مشکل چیه، ما چه هیزم تری؟ گفت من زندگیم به بنبست خورد، ازدواج ناموفقی داشتم و مجبور به متارکه و طلاق شدم، دادگاه جمهوری اسلامی تا حکم طلاق منو صادر کنه 7 سال طولش داد، اینقدر ما رو بردن. خب ببینم یک دختر جوان، یک زن جوان، تازه اگر مثلا اوائل جوانی هم نباشه، اواسط یا اواخر جوانیش باشه، 7 سال از او بگذره دیگه چند تا شانس ازدواج و خوشبختی رو باید از دست بده. حالا بگیم شما این قاضی رو ببخش، خیلی سختی دیگه، یعنی واقعا کاریست که کارستان، و اگر کسی بتونه یک چنین دلی پیدا بکنه و به خدا بگه خدایا، این همونیست که آقای رستگار گفتن تخلقوا به اخلاق الله، اینه که ساده نیست. ولی یک شب خواهیم صحبت کرد تقوا که ما آقا به کسی آقا من که والا تو عمرم دروغ نگفتم، به زن مردمم نگاه نکردم، مال مردمم نخوردم، عرقم نخوردم، قمارم نکردم، الان 20 سالم در کانادا زندگی میکنم، یک شنبه هم نرفتم مثلا دیسکو و مثلا استریپ بار به قول بعضیا و نایت کلاب. خب الحمدلله پس من خیلی آدم خوبیم. ندادشون، این سادگی ها نیست، اینا رو انجام ندادی احسن 1300 آفرین، ولی برای رسیدن به تقوا به خورده بایستی تلاش های دیگری هم بکن. این است که واقعا من به بخشش که میرسم میدانم که چقدر کار سختیه، و اگر یک کسی یه وقتی یک کسی اومد پیش من که نمیدونم فلان فامیل من به من خیلی بدی کرده، همسر من فلان، بعد من بهش گفتم خود تو رو ببخش، این جمله گفت، خیلی این جمله برای من خاطره انگیز و ماندگار شد تو ذهن من، گفت من
اینقدر بزرگ نشدم که بتونم او رو ببخشم. میدونم بخشش خیلی خوبه ولی من هنوز به اون بزرگی نرسیدم. خیلی حس میکنم که باید کار بزرگی بکنم و روح بلندی داشته باشم. شما دعا کنید من به اون بلندای روح برسم که بتونم او رو ببخشم، ولی هنوز نتونستم خودم. اینه که عرض میکنیم به این خواهر گرامی، اگر بتونید از خدا استمداد بطلبید و او رو ببخشید، اون وقت بعد یه اتفاقات خوب هم میفته. چه بسا همون خدایی که دیده شما او رو بخشیدید و در ته دلتون او رو عفو کردید و با او تسویه کردید، یهو میبینید یک مسیر دیگری رو باز میکنه و اون کاری که خیال شما دیگه جبران نمیشه براتون جبران میکنه و جور دیگری به شما اون نعمتی رو که از دست رفته برخواهد گردان و احساس میکنید که بعد مثل این که این در اثر اون بخشش هست، این لطف و رحمت و نعمت الهی. خب حمید آقا اگر دیگه سوال نیست چرا سوال که آقا هست کنیم. من دو تا سوال امشب دارم، دو تا سوالم از دیشب، ولی وقتمون دو سه دقیقه ازش مونده. نمیدونم یک سوال رو بپرسم یا بذاریم. بله حالا تو این دو سه دقیقه من در خدمت هستم. کم فروشی نکنیم. نه نازه با شما که من سوالی که حالا یه مقداری به بحث مربوط تر هست رو امشب میپرسم، بقیهش باشه فرداشم انشاءالله در خدمت شما باشیم. سوال کردن آیا عدالتی که رنگ محبت داشته باشد باعث انحراف از اصل عدالت نمیشه، همانند مصلحت اندیشی هایی که گاهن باعث میشه عکس عدالت اجرا بشه؟ نه اون که دیگه عدالت نیست که، اون که سر از ظلم در میاد. عدالت معطوف به محبت یعنی اول خود عدالت پیاده میشه، اما چون با محبت همراهه عمیق‌تر انجام میشه. شما میگی آقا این کارمند حقش اینه، عدالت اقتضا میکنه که این مقدار حقوق بگیره، ولی چون من میبینم او الان نیازمنده، مشکل داره، حقشو بهش دادیم، یک سر سوزن بیش از عدالت اقتضا میکنه که بیش از این طلبکار نیست. ولی وقتی دوستش دارم، محبت به او دارم، میرم ای اینور اونور تفسره ماده ای بخششی گذشتی صدقه ای چه میدونم یه چیزی پیدا کنم که بتونم اون مشکلی که او داره اون رو هم بلکه برطرف کنم. یعنی عدالت معطوف به محبت سرریز میکنه، نه تنها کمش نمیذاره بلکه بیشتر انسان‌ها رو وقتی طرف بفهمه که این حاکم این کارها رو نکرده که، چون ببینید وقتی شما اداره من این کارا رو کردم دفعه بعدم به من رأی بده و به همین خاطر وقتی دفعه بعدی در کار نباشه می‌بینیم که حاکمان یه خورده خشن‌تر میشن، یه کمی سیسیبیلیخه، اما وقتی معطوف به محبت بود برای او فرقی نمی‌کنه که دوباره به من رأی بده یا نده، اصلا اتفاقا من این دفعه نمی‌خوام کاندید بشم. ولی حس می‌کنم که وقتی شما رو دوست دارم بایستی این عدالت رو اجرا بکنم و به جریان بندازم. حالا اگر این برادر یا خواهری که این سوال رو پرسیدن مصداقی تو ذهنشون هست که مثلا عدالت معطوف به محبت سر از یک کارهای نابجایی در آورده یا مصلحت اندیشی های نابجایی بوده، اون رو مثالش رو بعد بگن که یه خود رو اون مثال صحبت کن. حالا تو سوالشون که مثالی نبود، ولی انشاءالله که حالا تو شب‌های آینده اگر مثالی هست به ما میگن و ما هم به شما میرسونیم. از آقا خیلی ممنون و متشکریم از فرمایشات شما، از این وقت مبسوطتری که برای جواب دادن به سوالات اختصاص دادین. انشاءالله که سوالاتی که باقی موند رو ما فردا شب از شما خواهیم پرسید و در محضر شما هستیم. این ساعت آخری که در مشهد هستیم، اگر که چشتون به بارگاه افتاد، اگر که مشرف شدید، حتما یاد دوستان ما در مونترال باشید. خیلی ممنون و متشکرم شما. منم از همه دوستان ملتمس دعا هستم و برای همه عزیزان سلامتی و توفیقات الهی رو مسئلت دارم. خدا نگهدارشون.